بابک اسحاقی همکارم در فرودگاه بین‌المللی این شهر، فرودگاه بن‌گوریون حضور داره، جایی که مخالفان دولت آقای نتانیاهو راه منتهی به این فرودگاه رو تهدید کردن که خواهند بست و از سفر او جلوگیری خواهند کرد. بابک بیشتر برامون بگو از جزئیات این خبر و اتفاقاتی که اونجا داره رخ میده. روز بسیار پرتنشی را امروز اسرائیل طی میکنه، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی و آنچه که در داخل اسرائیل میگذره. ابتدا به مسئله داخلی اسرائیل میپردازم و آنچه که امروز در خیابانهای تل‌آویو اتفاق افتاد. ما خیلی زود برای همراهی آقای نتانیاهو به ایتالیا به اینجا اومدیم، به فرودگاه اومدیم، از حراس اینکه در ترافیک که تظاهر کنندگان ایجاد کردن گیر نکنیم. در حال حاضر بسیاری از خیابان‌های تل‌آویو را که به سوی فرودگاه میاد را تظاهر کنندگان بستن، حتی تا نزدیکی‌های خود فرودگاه هم اومدن تا مخالفت خودشون را با دولت آقای نتانیاهو نشان بدن و شاید بتونن که جلوی ورود نتانیاهو را به اینجا بگیرن. اما گفته شده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار هستش که با هلیکوپتر به اینجا بیاد. لوید استین وزیر دفاع ایالات متحده قرار بود که در اورشلیم پیش از اینکه نتانیاهو به اینجا بیاد با او گفتگو بکنه، اما سفر خودش را به تاخیر انداخت و صبح وارد فرودگاه بین المللی بن گوریون در اینجا شد از راه مصر و در همین جا قرار هستش که تا دقایقی دیگه با نتانیاهو دیدار بکنه و دیگه وارد اسرائیل نشه. اون هم از نگرانی از تظاهر کنندگان. دیروز تظاهر کنندگان حتی تا خانه خلبانی که قرار هستش که امروز نتانیاهو را به ایتالیا ببره رفتن و در اونجا تظاهرات کردن. پیش از اینم برخی از خلبانان حاضر نشده بودند که نتانیاهو را در این سفر همراهی بکنن، همه اینها به عنوان مخالفت ها. اما سفر آقای نتانیاهو به ایتالیا که پیش از اون هم به فرانسه رفته بود و هفته دیگه به برلین خواهد رفت بسیار مهم تلقی شده در رابطه با مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران. با این کشورها گفتگو خواهد کرد. لوید استین وزیر دفاع ایالات متحده هم امروز در همین رابطه با بنیامین نتانیاهو سخن خواهد گفت. گفته شده که ایالات متحده به نظر میرسه که نگران هستش که اسرائیل بخواهد که به تنهایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران به حمله نظامی بپردازه و تاسیسات هسته‌ای او را بمباران بکنه و این نگرانی‌های بزرگ در ایالات متحده ایجاد کرده و از هفته پیش تا کنون چندین بار مقامات ایالات متحده در همین رابطه به اسرائیل اومدن و مقامات اسرائیل به ایالات متحده رفتن و گفتگو کردن. در هر حال به نظر میاد که بله، یک گام دیگر بزرگ در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران در راه هستش که ما اون را دنبال خواهیم کرد. بابک اسحاقی ممنونم از تو و اینکه با ما همراه شدیم.